شاهد ابتدا از احساست بگو. خب در واقع لحظه وسناپذیریه. ما نسل ما به یاد داره زمانی که خانم عبادی برنده جایزه نوبل شد و تأثیری که هم روی افکار عمومی در ایران گذاشت، هم ضربه‌ای که به معنای به مشروط حکومت وارد کرد که خانم عبادی رو زیر فشار گذاشته بود به خاطر پرونده هایی که در دفاع از در واقع زندانیان سیاسی داشت و البته قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، همین که جامعه مدنی ایران احساس کرد یک بار دیگه در از طرف جامعه جهانی، اون بخش جامعه جهانی، نه حکومت ها، جامعه جهانی، افکار جامعه جهانی سازمان مستقل دیده شده. امروز دقیقا همون حس و حال برای کسی مثل من بود که تعقیب میکنم این فضا رو، دنبالش میکنم. خب انتظار بود، در واقع میدونیم که ما آماده کرده بودیم خبرش رو، این امید رو داشتیم که یکی از زنان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل بشه. و وقتی اون در واقع خانم دبیر انستیتو اومد با زن زندگی آزادی شروع کرد، مشخص بود که جایزه به زنان ما رسیده، به زنانی که انقلاب زن زندگی آزادی رو رقم زدن، به زنانی که یک برق در واقع یک فصل تازه در تاریخ معاصر ایران گشودن و عملا به دنیا تصویر دیگری از ایران نشون دادن. این برای من در واقع شهروند ایرانی افتخار بزرگی بود. خب به لحاظ حسی هم همه ما درگیرش بودیم، میدونم تئاترتون رو ست بودی برای دشوارتر بود، اما این انتظار میرفت. نرگس محمدی آدمیه که تمام زندگیش رو وقف مردمش کرده، انسانی که یک لحظه از مبارزه باز نایستاده، انسانی که من میتونم با اطمینان بگم اگر الان در زندان بهش خبر برسن براش هیچ فرقی نخواهد کرد. ممکنه لبخند بزنه که دیده شده و دیده شده فعالیتش برای زنان، اما قطعاً اولین حرفش در مورد همبندیاش خواهد بود، در مورد اون زن زندانی خواهد بود که بیماره و درمان نمیشه، در مورد اون شهروندانی خواهد بود که زیر فشارن. من از یاد نمیبرم نرگس محمدی برای من کسی هست که در فاصله بین زندانهاش، یه دوره‌ای بود، من سالش رو یادم نیست، با احتیاط سال ذکر نمی‌کنم، که زندانیان اهل سنت عقیده در زندان رجای شهر زیر اعدام بودن. خانواده‌های اینها اومده بودن از سنندج و رستوه دهگلان و کامیاران کنار زندان که بلکه بتونن بچه‌هاشون رو ببینن، اما خب اجازه ملاقات نمی‌دادن. یکی از معدود افراد، انگوش شمار افرادی که از تهران رفت، تمام شب رو زیر بارون کنار این خانواده‌ها ایستاد، پشت دیوارهای زندان رجای شهر، نرگس محمدی بود. این آدم برنده جایزه صلح نوبل شده، آدمی که براش جان آدم یک ارزشه، آدمی که یک لحظه از زندگیش، از اون آرمانهاش که در واقع برابری، حقوق زنان، آزادی و صلح کوتاه نیامده. به این ترتیب اون اتفاقی که افتاده اتفاق خوشایندی برای ما. من میدونم حتما کسانی هستن که میگن خب بعد از این جایزه چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا سیاست غرب در مقابل ایران تغییر خواهد کرد؟ نه، تغییر نخواهد کرد، حکومت ها تغییر نخواهند کرد، اما افکار عمومی دنیا جلب میشن، اما در درون کشور در واقع روحیه مردم روحیه میگیرن، فارغه از امید. بله. و روحیه اون فعالینی که فکر میکردن فراموش شدن، میبینن که نه، آدم هایی که مبارزه میکنن، مقاومت میکنن، از خودشون میگذارن برای مردمشون، در نهایت دیده میشه و عملا اینطور نیست که فراموش فعالیتاشون. حالا از اهمیت این جایزه برای ما بیشتر بگو. خب اهمیتش یک جنبش این است که جمهوری اسلامی در واقع متوجه خواهد شد که علارغم همه معاملاتی که با دولت‌ها داره سر مسئله هسته‌ای، سر مسئله گروگانگیری‌ها، در سیاست بین‌الملل علاوه بر دولت‌ها با افکار عمومی به ملت‌ها هم طرف خواهد بود. جمهوری اسلامی نشون داده که براش مهم نیست در واقع اونطور که کشورهای غریب بهش نگاه میکنن، اما در این حال جمهوری اسلامی حکومتی لزوماً مثل کره شمالی نیست، به خاطر اینکه یک جامعه مدنی در اون کشور هنوز وجود داره، تشکل‌های صنفی داریم، فعالین سیاسی داریم که صداشون شنیده میشه. این جایزه دستشو میلرزونه، این جایزه متوجهش میکنه که هرچه هم فشار بیاره هنوز مقاومت در اون جامعه وجود داره که با این فشار نمیشکنه. از اون طرف زنان جوان الگو میگیرن، زنان جوان انرژی و امید میگیرن، جامعه مدنی باور میکنه که این راهی که انتخاب کرده به باور من همونطور که بهش باور داشته این راه درست ادامه میده. نگاه بکنیم به جایگاه نرگس برای درک اهمیت این جایزه. نرگس یک زن هست، نرگس یک زن مخالف سیاسی هست، نرگس جایگاهش در کانون حقوق بشر ایران، در واقع کانون مدافعان حقوق بشر ایران به عنوان نایب رئیس اون کانون، و فعالیتاش علیه اعدام در این سالها، اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، عملا در چندین جبهه فعال بوده و این چندین جبهه از این جایزه انرژی خواهند گرفت. به این ترتیب و البته در منطقه هم نقش خواهد داشت، یعنی زنان منطقه هم از این جایزه قطعا تاثیر خواهند گرفت. جنبش زن زندگی آزادی شروع اهدای جایزه بوده گفتنش، و بعد اشاره به یکی از سمبل هایی که
یکی از زنانی که در ایران در واقع سمبل هست و سمبل هست و نمونه هست و الگو هست و نمادی میتونه باشه از جنبش زن زندگی آزادی. فکر می‌کنی واکنش حکومت چی باشه نسبت به این قضیه؟ احتمالاً در واقع تریبون‌هاش شروع می‌کنن به اینکه این جایزه سیاسی بوده، نرگس محمدی زندانی سیاسی جرم مرتکب شده، این جایزه اهمیتی نداره. اگه اینا راست میگفتن چرا جایزه رو مثلا به فلان زنی ندادن که در فلان کشور اتفاق براش افتاده از کسانی که اینا قبولش دارن؟ این تعبیرها باش مواجه خواهند شد. سعی میکنن بی اهمیت نشون بدن، سعی میکنن عملا نادیدش بگیرن. من الان انتظار دارم ببینم رسانه‌ها در ایران چطوری اصلا پوشش میدن، اصلا اجازه پوشش پیدا خواهند کرد یا نه. کسانی مثل الهه محمدی و نیلوفر در زندانن، کسانی که اسمشون برای جایزه هم در واقع طرح شده بود که بیان این خبر رو پوشش بدن. ولی حکومت در این نادیده گرفتن احتمالاً فشار رو در بعضی اوضاع تشدید خواهد کرد، اما میترسه. من واکنش حکومت رو اینجا ترکیبی از ترس و نگرانی و ناامیدی میبینم. انسانی رو برای سالهای طولانی زندانی کردی، در انفرادی گذاشتی، زجرش دادی، از همسر و فرزند و جامعهش دورش کردی، در هزاران کیلومتر اونورتر اسمش ذکر میشه، یک جایزه معتبر جهانی برای صلح میگیره. خب چه وحشتی از این میتبر جمهوری اسلامی؟